کریمیان حرکت میکنه، این بار ایران پوریان فرصت برای مقاومت سپاسی و بیرون میزنه. بازی جوان مردانه در اوج لحظه حساس مسابقه. حالا بازیکنان استیلازین، حامد کاویانپور هست که میره میبوسه امین متوسل زاده را که در حالی که دروازه استیلازین به این شکل خالی و بدون دروازه بود، توپ رو به دروازه نمیزنه و توپ رو به بیرون میزنه تا بازی جوانمردانه را انجام بده. این طرف هم مربیان و دستندرکاران تیم مقاومت شهید سپاسی این کار پسندیده امین متوسل زاده رو تقدیر میکنن و از او تشکر میکنن. این چهره آقای ماهابادی است که تایید میکنه و میپسنده کار خوب امین متوسل زاده را. خب حالا که فوتبال ما حرفه‌ای شده، همه چیز ما باید حرفه‌ای باشه و اخلاق حرفه‌ای و بازی جوانمردانه هم جزء فوتبال حرفه‌ای هست. نشاجو روی زمین افتاده و کار مداوا روی او انجام میگیره. در حالی که دروازه استیلازیم خالی و بدون دروازه بود، توپ رو به دروازه نمیزنه و توپ رو به بیرون میزنه تا بازی جوانمردانه رو انجام بده. حالا بازیکنان استیلازیم، حامد کاویانپور هست که میره میبوسه امین متوسل زاده رو. این چهره جایزه بازی جوان مردانه اصلا داستانش چیه؟ بر چه مبنایی داده میشه؟ چه ملاکایی داره؟ و اینکه چی شد امین متوسل زاده به عنوان یکی از 5 کاندیدای دریافت این جایزه در سال 2010 شد؟ در سال 1963 انجمن ورزشی نویسان جهان و شورای بین‌المللی تربیت فنی و علوم ورزشی که تشکیلات شناخته شده بودند در اون سالها، به هر حال هر کدوم بیش از 40 سال سابقه داشتن، تصمیم گرفتن که جایزه بازی جوانمردانه و حرکت‌های جوانمردانه رو در جهان رسم کنن و با یک کمیسیون رو تشکیل دادن، با IOC صحبت کردن، با چند تا فدراسیون مهم بین‌المللی اون روز مثل دو میدانی هم صحبت کردن، از سوی بعضی از فدراسیون‌ها شناخته شدن و یک سال بعدش IOC هم این کمیسیون رو به رسمیت شناخت، ریکوگنایز کرد و از اون سال عملاً انتخاب بهترین های بازی و حرکت های جوانمردانه جهان شروع شد. بعد از 2 سال این 3 جایزه رو در بر گرفت. یکی جایزه بارون کوبرتون به بهترین بازیکن جهان که کار فرپلی رو انجام میده، یعنی به بهترین بازیکنی که فرپلی انجام داده. دومی بازی جایزه ویلیدام به کسی که بیشترین ترویج فرپلی رو بازی جوان مردانه انجام میده. و سومین جایزه به اسم بروترا به کسی بود که زندگیشو در طول زندگیش مسئله فرپلی رو جلو چش داشته و حرکت کرده. از اون طرف یه هیئت داوران خاصی داره. بله. یعنی اون اعضا کیان؟ بله، این هیئت داوران ترکیبی از انجمن شورای بین‌المللی علوم و تربیت فنی ورزش، انجمن ورزشی نویسان جهان و IOC International Olympic Committee که هر کدوم از اینا 3 نماینده دارن در این شورا. تعدادی هم افراد شاخص جهان که تو این زمینه کار کردن، در حقیقت 2 تا 3 نفر هم از سوی ارگان‌های ذی‌صلاح ورزش جهان به این کمیسیون دعوت میشن. در حقیقت همینطوره. در حقیقت کسانی که این جوایز رو بردن همیشه جلو چشم هستن، به خصوص اون شخصیت هایی که عمری رو در برای فرپلی کار کردن. در حقیقت این
شما این آرم فرپلی رو که در تمام فدراسیون ها میبینید میاد، این چیزیست که از سوی این کمیسیون حمایت میشه و این کمیسیون شاخص ترین کمیسیونی که تو فرپلی در تمام رشته‌های ورزشی حرکت میکنه. در به جرات میشه گفتش که هیچ کار فرپلی در جهان بدون حمایت و هدایت این کمیسیون صورت نمیگیره. یعنی الان این جایزه که مثلا امین متوسط زاده هم کاندید شده فقط مختص فوتبال نیست؟ نه خیر، این در تمام رشته ها. الان آقای متوسط زاده، روزی که ما آقای امین متوسط زاده رو مطرح کردیم، انجمن ورزش نویسان ایران یه چیزی حدود 20 خورده ای ورزشکار بودن در سراسر جهان که برای این کار کاندید بودن، کارهای مختلفی کرده بودن. بعدن یواش یواش اینا حذف شدن، اصلح ترین اینا رو انتخاب کردن. آقای امین متوسط زاده الان توی پنج تاست و انشالله چند روز آینده که به اتفاق ما برای جلسه جشن این کار که مصادف است با جشن انجمن، با جلسات انجمن ورزش نویسان جهان در لوزان سوئیس به اتفاق ما تشریف میارن، من میتونم بگم که آقای امین متوسط زاده رو میتونی شما به عنوان برنده این جایزه، درسته که تو پنج تا هستن ولی ما میتونیم بگیم که ایشون در حقیقت این جایزه رو میدن. خب تبریک میگیم به جامعه ورزشمون، جامعه فوتبالمون، باشگاه فجر سپاسی، سازمان لیگ. برجد این اتفاق در فوتبال لیگ برتر ما افتاده و جای تمجید داره و تشویق بکنیم که ورزشکارای ما به همین شکل ادامه بدن زندگی ورزش خودشون رو و جای دوری نمیره. ببینید که امین متوسط زاده ششم بهمن ماه به عنوان شاید حتما یعنی به عنوان بهترین ورزشکار رفتار بازی جوان مردانه و منصفانه انتخاب خواهد شد. خب فرشاد جان، گروه ما الان